دوستان سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. رامیار هستم از آکادمی ترید تاک. توی این ویدیو به معامله جمعه 29 مارچ میپردازیم. به یه ریکپ دیگه از ترید تاک خوش آمدید. روی نمودار یورویستی تایم فریم دیلی هستیم. اینجا روز دوشنبه است. دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه و روزی که میخوام بررسی کنیم جمعه. هفته ما به صورت اکسپنشن نزولی بوده، یعنی سقف ما سه شنبه تشکیل شده و شروع اکسپنشن هفته چهارشنبه نزولی، پنجشنبه هم نزولی. اینجا پنجشنبه یه دونه نقدینگی خارجی دیلی گرفتیم، پس ما جمعه میتونیم دنبال ریورسال باشیم. ما سه تا شرط داشتیم که جمعه دنبال ریورسال باشیم. معیار اول دوشنبه یا سه شنبه سقف یا کف هفته ما تشکیل شده باشه. معیار دوم هفته به صورت اکسپنشن باشه و معیار سوم اینکه ما یه نقدینگی خارجی رو گرفته باشیم تو پنجشنبه یا جمعه. اینجا تو پنجشنبه یه دونه نقدینگی خارجی دیلی گرفته شد، پس برای جمعه ما میتونیم دنبال ریورسال باشیم. بعد ریورسال ما میتونه با گرفته شدن کف پنجشنبه شروع بشه. بریم تایم فریم پایین‌تر. اومدیم تایم فریم یک ساعته. اینجا نقدینگی که گرفته شده و اینجا کف پنجشنبه رو داریم. بریم جلو. جمعه شروع میشه، قیمت میاد تو آسیا کف پنجشنبه رو میگیره. خب الان بریم تایم فریم 15 دقیقه. اومدیم تایم فریم 15 دقیقه. توی آسیا کف پنجشنبه گرفته میشه. آسیا داره رنج میزنه، پس ما الان اینجا یه دونه رنج تشکیل شده یا به عبارت یه دونه کانسالیدیشن داریم، پس ما با گرفته شدن کف آسیا میتونیم دنبال ستاپ ریورسال جمعه باشیم و تو تایمی که میخوایم دنبال ورود بگردیم. نقدینگی سقف و کف آسیا نقدینگی هایی هست که ما خیلی ازش استفاده میکنیم. بریم جلو. پس ما الان منتظر گرفته شدن کف آسیا میمونیم. اینجا کف آسیا گرفته میشه، پس میریم تایم فریم 1 دقیقه. اومدیم تایم فریم 1 دقیقه. اینجا کف آسیا گرفته میشه و ما دنبال معامله صعودی میگردیم. ما دنبال ریورسال جمعه است، پس اینجا میتونیم یه دونه بای استاپ قرار بدیم. 2.7، 3.2. قیمت بیاد بالا، معامله ما فعال میشه. البته من این معامله رو تو اینستاگرام استوریش کردم. بریم جلو. اینجا ما وارد معامله شدیم.
اینو پاک کنم. اینجا میتونه یه سطحی باشه که پارشال کنید و تارگت نهایی روزم سقف آسیا. اما تارگتی که من قرار دادم، یعنی تو اون استوری اینستاگرام نشونتون دادم، تارگت یکم پایین تر از سقف آسیا بود که من روی تریدینگ ویو ورود زده بودم و اونجا معامله رو کامل بستم. اونم در ادامه ویدیو بهتون نشون میدم که تارگت اونی که من قرار دادم بر چه اساسی بود و چرا اونجا بود. اما سقف آسیا یه تارگت منطقی و خوبی بود که میتونست گرفته بشه. بریم جلو. بریم تایم فریم 1 ساعته. ما روی 1 ساعته، اینجا سقف هفته است و اینجا کف هفته که تشکیل شده تو جمعه. ما انتظار ریورسی که از جمعه داریم بین 20 تا 30% از رنج هفته است و اون تارگتی که من قرار دادم روی لول 20% بود که اورلپ داشت با این اوردر بلاک 1 ساعته. اینجا یه دونه اوردر بلاک 1 ساعت است و من اون معامله رو تو این اوردر بلاک 1 ساعته بستم. برگردیم یه دقیقه. اینجا سقف آسیا رو داریم که میتونست تارگت خوبی باشه برای روز جمعه. بریم جلو. خب اینجا سقف سشن آسیا گرفته میشه و شما میتونستید جمعه این معامله ای که واقعا خیلی تیپیکال بود، یعنی اگه اون ویدیویی که در مورد ریورسال جمعه درست کردیم میدیدید، راحت میتونستید جمعه 29 مارچ این معامله رو بگیرید. خب اکسیکیوشنز ها رو نشونتون بدم. هیچ فیکی در کار نباشه. اینم از ریکپ جمعه 29 مارس که قولشو داده بودم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. پس تا ویدیو بعدی، فعلاً.